خبری ټولګه دوام ته مخ راغلاس وایم. د سره صلیب نړیواله کمیټه به د روانې میاشتې تر پایه په افغانستان کې پر 25 روغتونونو خپلې مرستې بندې کړې. د دې کمیټې ویان یوګو الکانټارا ریټرس ته ویلي چې سره صلیب د اوږدې مودې لپاره د دې روغتونونو د ملاتړ لپاره اړین مالي سرچینې نه لري. په ورته وخت کې د روغتیا نړیوال سازمان اعلان کړی چې د افغانستان روغتیایي سیسټم د مرستو له جدي کمښت سره مخ دی. دغه سازمان ویلي دی چې په افغانستان کې 14 میلیونه وګړي روغتیایي خدمتونو ته اړتیا لري چې 1.5 میلیونه یې ماشومان او 3.1 میلیونه یې ښځینه دي. د همدې خبر په تړاو د عامې روغتیا وزارت له پخواني سلاحکار ښاغلي ډاکټر باز محمد شیرزاد سره بحث کوو. شیرزاد صاحب سلام، به بحث خوش آمدید. قبل از اینکه بیایم روی مسئله کمیته جهانی صلیب سرخ صحبت کنم، میخوام از شما بپرسم که چرا تا هنوز سکتور سی کشور با گذشت نزدیک به 22 سال هنوز هم ورشکسته است و سرپای خود ایستاده نشده؟ دلیلش چی بوده میتونه؟ سلام احترام به شما، به همکاران عزیز و بیننده های محترم تلویزیون مدنی آریانا. طوری که شما هم میفهمین و بیننده های ما و تمام جهانیان در این رابطه میفهمه که سیستم هایی که پروژه‌ای هستند و منابع مالی دائمی یا ثابت ندارن و همگی به قسم سر دارن. سیستم سی افغانستان هم چون در 20 سال گذشته با وجود پیشنهادات مکرر وزارت ستامه با مقام علی ریاست جمهوری و شورای وزیران به صورت مسلسل پیشنهاد کردن، لکن وزارت مالیه به هیچ صورت توافق نمی کرد و امی تاکید داشتن که ما پروژه های زیاد داریم و کشورهای کمک کننده و تقریبا 75% بودجه وزارت ستامه از طریق انجوها و مؤسسات تامین می شد. یعنی از طریق نهادهای بین المللی بودجه می آمد و بعدا توسط انجوها به مصرف می رسید و سیستم سی افغانستان به شکل پروژه‌ای پیش می رفت. و فعلا هم سیستم سی افغانستان به شکل پروژه‌ای است تا که بودجه ثابت، یعنی کار بنیادی به خاطر بهتر شدن سیستم سی کشور اصلا صورت نگرفته. تلاش ها صورت گرفته، لکن هرچقدر که تلاش کنه کارمندای صحی کار خود میکنه، دکتر سوا فعالیت خود میکنه، شب و روز ارزی خدمات میکنه، خطرات بیخوی میکنه، خطرات بالای خود قبول میکنه، لکن پالیسی های ملی در صورتی که قرارها نباشه، پالیسی های ملی در صورتی که حمایتگر برنامه نباشه، در این صورت تقصیر پرسنل صحی که ارزی خدمات عرضه میکنه نیست، بلکه تمام مشکلات در سطح رهبری ملی کشور است. در صورتی که رهبری ملی کشور حمایه کننده نباشه، تا هر چقدر پلان بسازین، هر چقدر برنامه بسازین، هر چقدر متحد باشین، جایی نمیگیرن. جناب شیرزاد صاحب، شما هم زمان مشاور سی وزارت صحت بودین، چقدر فساد در این مسائل دخیل میدیدین که فساد وجود داشت و مانی بهبود روند سیستم سی کشور شده بود؟ 80% فساد از طرف خود نهادهای کمک کننده صورت میگرفت. به خاطر از اینکه نهادهای کمک کننده اگر USAID بود، اگر جامعه اروپا بود، اگر بانک جهانی بود، سیستمی را ساخته بود که هیچ یک از ارگانهای دولتی حق از این نداشت که او را تفتیش کنند. به شکل قانون ساخته بودند که اگر در صورتی که یک NGO تخطی میکنه، در صورتی که یک ارگانیزیشن تطبیق کننده ارزی خدمات مشکل پیدا میکنه، هیچ نهاد افغانستان حق نداره که او را محاکمه یا پیگیری کنه. او باید در مملکت سیومی یا مثلا دوبای یا در دیگه کشور باید چی میشد، در صورتی که ترس پیششان موجود نباشد، چون در راس فساد خودشان شریک بودن، بودجه ها را خودشان میدادن. نقش وزارت ستامه فقط یک نظارتگر بود و ایدیای خود کتشان مثل یک کمر، یعنی اصلا در فساد دخیل نبود خود وزارت ستامه کشور؟ وزارت ستامه، من برتان گفتم که وزارت ستامه کشور در این موضوع دخیل بود، لکن صلاحیت زیره نداشت که یک به اینجو پروژه بته، از اینجو پروژه بگیره، چون تمام صلاحیت ها به دست بانک جهانی، به دست USAID و جامعه اروپا بود. تمام قوانین را به شکل ساخته بود بدون از او تطبیق از قوانین و قواعد را که خودشان موافقه کرده بود
وزارت خارجه بایشان موافقه کرده بود، وزارت کار عمومی اجتماعی بایشان موافقه کرده بود، شورای وزیران و ریاست جمهوری بایشان موافقه کرده بود، هیچ کس نمیتونست از او تخطی کنه. تشکر. میایم روی کمیته جهانی صلیب سرخ که تازه گفته 25 مرکز صحی در افغانستان را کمک‌هایش مسدود میکنن و نمیتونن به دلیل کاهش بودجه اینا را تا مدت زمان طولانی حمایت کنن. چی فکر میکنین چی فاجعه رو خواهد داد وقت 25 مرکز صحی کلینیک در افغانستان نتونه ارائه خدمات صحی کنه؟ انشاءالله مطمئن هستم که فاجعه رخ نمیده، چون یک دولت وجود موجود است، کشور موجود است، وزارت صحت عامه است، شورای وزیران است، بودجه اگه شما ببینین بودجه گمرکات نسبت به سابق اضافه شده، چون ما یا میگن که ما موضوع فساد در رویش گرفتیم و از ضمن دوایده که ما میبینیم اواید وزارت مالیه نسبت به قلن بهتر شده، با او اندازه فساد ای کمک های یا صداهای صلیب سرخ یونسف WHO دو بخش داره. با خاطر از اینکه تمام بودجه که میاد 50% مصارف دفاتر مرکزی از یا هدکوارتر از یاست و 50% عرضه خدمات میشه، چون یا نسبت به درد مردم افغانستان به درد خودشان بسیار زیاد در تشویش هستند، در صورتی که بودجه کم بود شوه یا به مشکل دچار میشه، به او خاطر سر و صدا را سر از یال بلند میکنه. لکن جامعه جهانی سالانه میلیاردها دلار به خاطر کمک به مردم کشورهای عقب مانده دریافت میکنه، در صورتی که به صداها را بر نخزانه فکر نکنم که او اندازه کمک هایی که یا توقع دارن برشان داده شوه. و ضمن افغانستان هیچ وقت فراموش کرده نمیتونه، چون اگر در افغانستان فاجعه های امراض ساری رخ میده جهان مسئول نمیمونه. شما دیدین که یک واقعه کرونا پیدا شد و فعلا تمام جهان در بر گرفت. اگر واقعات پولیو در افغانستان زیاد میشه، واقعات سرخکان زیاد میشه، هیچ کس از این مسئول نمیمونه، با همسایه های ما و با تمام جهانیانی که سفر میکنه سرایت میکنه، به او خاطر به تفاوت نیستن، ضروری اگر حل پیدا میشه. بله، اگر بیایم بحث کاهش بودجه را بررسی کنیم، چقدر واقع بینانه است این مسئله کاهش بودجه از سوی کمیته جهانی صلیب سرخ؟ فکر نمیکنید که این هم یک نوع فشار جهانی بالای حکومت فعلی است بابت عدم پذیرش خواستهای جهانی؟ تا اندازه که اگر ما سوژه اصلی از زیر ببینیم، میخواهد که فشار بالای امارت اسلامی وارد میکنه، به خاطر از اینکه او را مجبور به باز خواسته هایی که یاد داره و ای هم بدل خود نیست، شاید از طرف سازمان های بیرونی برشان هدایت داده شود، از سوی جامعه هایی که یا نهادهایی که کمک کننده جهانی هستند، به خاطر مجبور کردن حکومت طالبان و امارت اسلامی ایرج، مگر یا باید بفهمه که وا هیچ وقت به این موضوعات تن نمیاره و تمام زجر که میکشه مردم افغانستان زجر میکشه، به او خاطر یا باید به این فشارهای بی جای خود باید خاتمه بده و نخواهی که مردم افغانستان از یک سو فقر است، از سوی دیگه بیکاری است و از سوی دیگه یا اگر کمک های خود تنقیص میکنه یا مشکلات دیگه هم به بار میاد. و ضمن یک موضوع دیگه که با برتان یادآوری کنم، کمک هایی که یا میکنه همیشه کمک های شرطی است، یعنی یک شرط در خود داره. چه شرط؟ شرط مثلا بودجه که یا به یک برنامه پولیو در افغانستان میده معادل تمام بودجه وزارت صحت عامه، تمام ارزی خدماتی که در چیزی که شفاخانه و کلینیک است، از او که در بودجه تنها یک برنامه پولیو زیاد است. وزیر صحت عامه با تیمشان باید با تمام دونرها این موضوع را باید به صورت جدی تعقیب کنه که یا باید برنامه تنها با پولیو نه، بلکه پولیو جمع خدمات، یعنی پولیو پلس خدمات یا باید بخواه. میشه که یک دست باز بده که حتی آزمو بودجه با تمام برنامه های دیگه، مثلا سرخکان و امراض ساری دیگه و حتی ایمرجنسی ها از او استفاده کنه. این یک رای بدیلی است که بخاطر از اینکه جناب شیرزاد صاحب شما برنامه پولیو باشه، شما یک بسیار بلند است، یک موضوع مهم اشاره کردین. دلیلش چی بوده میتونه که تنها نهادهای کمک رسان صحی بیشتر بودجه را به پولیو اختصاص میدن؟ به خاطر از اینکه پولیو اگر یک واقعی پولیو پیدا میشه یا به خاطر تداوی خوش نمیشه، به خاطر پیدا کردن خوش نمیشه، به خاطر میله های خود، به خاطر از اینکه مردمایی که از کوارتر میه هر کدامشان سفریشان معاشاتشان، یعنی شما ببینید که همون کسی که
با پولیو مصاب شده، او بیچاره زجر میکشه، فامیلش زجر میکشه، مگر یا هر کدامشان در ختم بررسی همیه و هر واقع پولیو با 50,000 و 60,000 و 1,00,000 دلار یا عواید میداشته باشد، صرف خارجی ها. به اون خاطر و ضمناً با بودجه که پولیو میه، تنها یک نهاد نیست، یونسف هست، WHO هست، بانک جهانی، صلیب سرخ هست، از ایالات متحده امریکا دو سه اداره دیگه است که کمک میکنه، جامعه اروپا کمک میکنه. این تمام کمک های ازی منسجم شده در یک جایی که هیچ کس از او نه نظارت میکنه، نه بررسی کرده میتونه، نه نظارت کرده میتونه. و بودجه از او در سالهای گذشته 1.2 میلیارد دلار بود. بسیار زود تشکر. بودجه وزارت صحت عامه 1 میلیارد، تقریبا در حدود 1 میلیارد. یعنی از تمام برنامه‌ای که در عرضه خدمات کلینیکا، شفاخانه ها، دیگه برنامه پیش برده میشن، نسبت به او هم تقریبا 1.2% بودجهشان زیادتر است. این موضوع بسیار مهم است که باید مقامات به او توجه کنه و فسادی که در او عرصه در اوجه صورت میگیره باید او را مانع از او شود. بسیار زود تشکر جناب دکتر باز محمد شیرزاد، مشاور پیشین وزارت صحت عامه، از اینکه دعوت ما را پذیرفتید. تشکر از شما. بخیر باشید. لحمده سر از مقدنان ورز خبری طول گندل تا پای درسی تر گم پلوی بخون. بسیار خیلی خیلی خیلی